سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. غضب رهو فی قلوب من والا، غضب رهو فی قلوب من والا، غضب رهو فی قلوب من والا. بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است. بسم الله الرحمن الرحیم. جریان دو طفلان موسی بن عقیل رو بیان می‌کردیم و اینکه اونها مهمان پیرزنی شدند که داماد او جزء لشکریان یزید محسوب می‌شد. وقتی که پیرزن اونها رو شناخت و سیمای نورانی در چهره اونها دید، از اونها سوال کرد شما گلهای خوشبوی هستید، شما چه کسانی هستید؟ خودشون رو معرفی کردن که ما از عترت پیامبریم. پیرزن با اونها گفت که من داماد نابکاری دارم، میترسم شما وارد منزل من بشید، اون داماد بیاد و شما رو به قتل برسانه. اونها خواستن که همون شب رو نزد پیرزن باشن و صبح به راهشون ادامه بدن، تا اینکه در نیمه های شب گفتیم اون داماد نانجیبش آمد و پس از اینکه با پیرزن مقداری سخن گفت و سخنانی رد به بدل شد و اون ملعون بسیار خسته بود، خستگی که در جستجوی اون دو طفل بود، برای اینکه عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه برای سر هر کدام از یکی از اون دو طفل 1000 درهم جایزه تعیین کرده بود و این شخص ملعون در پی این بود که اون دو طفل رو گیر بیاره و اونها رو بکشه و از عبیدالله ابن زیاد جایزه بگیره. نیمه های شب بود که اون شخص داماد اون زن خوابیده بود که صدای اون دو کودک رو شنید. در همون نیمه های شب بلند شد و سوال کرد که شما کیستید؟ آنها پرسیدند تو کیستی؟ گفت من صاحب این خانه هستم، شما خودتون رو معرفی کنید. برادر کوچکتر که زودتر بیدار شده بود، برادر بزرگتر رو بیدار کرد و گفت گرفتار اون چیزی شدیم که از اون فرار میکردیم. و خلاصه بعد از آنی که پیمانهای سختی از اون مرد گرفتن، خودشون رو به اون معرفی کردن، اما اون نانجیب خوشحال شد و اون پیمانهای خودش رو زیر پا گذار و گفت از مرگ گریختی و گرفتار اون شدی. و صبح که شد دستور داد به غلامش که اون دو رو ببره کنار فرات و سر از بدن اون دو تا جدا کنه. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. آرزوم به وقت مرگ جای کفن بدار من، پیراهن عزای تو برام بشه مثل کفن، روی سنگ قبر من نوشته شه به خطش این حسینی بوده و اسیر بانوی دمش. یا حسین یا حسین یا حسین روحی فداک، یا حسین یا حسین یا حسین روحی. غلام اومد حرکت کرد، شمشیر رو برداشت
یکی از اون برادرها به او گفت: چقدر شباهت داری به بلال مؤذن رسول خدا. گفت: مگر شما چه کسانی هستید؟ شما کیستید؟ به من دستور داده شده سر از بدن شما جدا کنم. گفتن: ما از خاندان پیامبریم و به خاطر ترس از جانمون از زندان عبیدالله گریختیم و مهمان این پیرزن شدیم و حالا دامادش میخواد ما رو بکشه. غلام وقتی که متوجه شد این دو طفل از چه دودمانی هستن، دست پای اونها رو بوسید و گفت: جانم به قربان شما. شمشیرشم به کناری انداخت و صاحبش که اعتراض کرد: چرا از فرمان من سرپیچی کردی؟ گفت: مادامی که تحت فرمان خدا هستی من فرمان تو رو میبرم و الا نه. و از این جریان پسرش رو خواست، اون حارس ملعون، داماد اون پیرزن. گفت: اسباب و آسایش تو رو از حلال و حرام فراهم میکنم. در تاریخ این چنین انسان ها انسان به خوبی میبینه که اینها یک افرادی بودن ابدا پایبند به دین و پایبندی به دین نداشتن و فقط و فقط در پی شهوات و رسیدن به امیال شیطانیشون بودن. به پسرش گفت: از حلال و حرام اون چی که برای آسایش تو باشه من فراهم میکنم، دنیای تو رو آباد میکنم. فورا این دو کودک رو گردن بزن، سرهاشون رو بیار که من نزد عبیدالله ببرم و 2000 درهم جایزه بگیرم. فرزند شمشیر رو برداشت و کودکان رو جلو انداخت و به طرف فرات روانه شد. یکی از اونها گفت: ای جوان، من از عذاب دوزخ برای تو بیمناکم. گفت: شما کیستی؟ گفتن: ما از عترت پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، پدرت میخواد ما رو بکشه. پسر هم وقتی که متوجه شد اینها طفلان از دودمان پیامبرن، همانند غلام سیاه شمشیر رو کنار انداخت و خودش رو به فرات افکن. پدرش فریاد زد: تو هم نافرمانی من کردی. گفت: فرمان خدا بر فرمان تو مقدم است. ادامه جریان سوزناک دو طفلان مصر بن عقیل انشاءالله در جلسات بعدی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.